آشنایی با امکانات فایل اکسپلورر در این بخش از آموزش ویندوز 10 به ادامه مبحث مربوط به آشنایی با امکانات فایل اکسپلورر میپردازیم در این قسمت وارد تب کامپیوتر در فایل اکسپلورر میشیم که همطور که میبینیم ریبنی در اینجا باز میشه و شامل سه بخش لوکیشن، نتورک و سیستم هستش در تب کامپیوتر اگر بر روی پراپرتیز کلیک کنم در اینجا خصوصیت مربوط به این قسمت و اطلاعات مربوط به سیستمم اینکه چند هسته ای و از چه نسخه استفاده میکنه برای مثال در اینجا میبینیم که نسخه ویندوز من 64 بیتی هستش و اطلاعات دیگه ای رو در اینجا در من قرار میده که اگر خواسته باشم تنظیمات رو تغییر بدم میتونم وارد چین ستینگز بشم و یا اگر بخوام تغییراتی در مورد پرداکی بدم وارد این قسمت میشم و همچنین برخی از تنظیماتی که میتونم داشته باشم وارد دیوایس منیجر ریموت سیتینگ سیستم پروتکشن و ادوانس سیستم سیتینگ میشم و از این قسمت من میتونم مدیریت و تنظیمات رو انجام بدم در قسمت بعد از لوکیشن در اینجا آیکون مربوط به اوپن و رینیم وجود داره که قسمت اوپن برای ما فایل رو که انتخاب کردیم رو به صورت فرض خود برنامه باز میکنه که که میبینیم رینیم و اوپن در اینجا برای ما غیر فعاله چرا چون من هنوز فایلی رو انتخاب نکردم برای مثال اگر من برای میوزیک کلیک کنم در اینجا اوپن برای من فعال میشه و اگر روی اون کلیک کنم میبینیم که وارد بخش میوزیک میشیم و در اینجا میتونیم ببینیم که مجددا ریبن جدیدی که مربوط به این قسمت هست برای ما باز میشه که شامل فایل هوم شیر و ویو هستش که در بخش بعدی در مورد این قسمت ها صحبت میشه و اگر خواسته باشم مجددا به فایل اکسپلورر برگردم کافی که بر روی بک کلیک کنم تا وارد این قسمت بشم از طرفی میبینیم وقتی که من روی مورد کلیک کردم مورد رینیم برای من فعال نیست و همچنان غیر فعاله و اگر موارد دیگه رو هم انتخاب کنم برای ما غیر فعال میشه چرا شما من نمیتونم نام این فولدر رو که در اینجا وجود داره تغییر بدم اما اگر بر روی درایو کلیک کنم همطور که میبینیم با کلیک روی این قسمت ها و درایو هایی که در اینجا وجود داره من میتونم نام درایو ها رو تغییر بدم و همطور که میبینیم آیکان مربوط به اون هم در اینجا برای ما فعال میشه که اگر روی اون کلیک کنم میتونم ببینم که به این صورت به حالت ویرایشی در میاد و من میتونم از این قسمت اسم مربوط به این درایو رو هر چیزی که مد نظرم هست قرار بدم این یک روش است روش دیگه اینه که وقتی که من بر مثال این درایو رو انتخاب کردم کلید F2 از صفحه کلید رو فشار بدم و به این ترتیب می‌بینیم که در اینجا برای ما مجددا حالت رینیم قرار می‌گیره و همچنین میتونم روی این قسمت را راست کلیک کنم و از لیستی که باز میشه رینیم رو انتخاب کنم و به این صورت نام مربوط به این درایو رو تغییر بدم بخش بعد نتورک هستش که از این قسمت من میتونم مدیه هایی که در دا دسترس دارم رو مشخص کنم میتونم نقشه نتورک مربوط به درایو ها رو داشته باشم میتونم یک محل نتورک رو اضافه کنم از این بخش و تنظیمات اون رو داشته باشم و همطور که میدین در مورد اول و دوم مثلثی وجود داره که اگر من برای این کلیک کنم به محتویات اون دسترسی پیدا میکنم که کانکت تو مدیا سرور در اختیار من قرار میگیره و در مورد بعد هم مپ نتورک و دیسک کانکت نتفور وجود داره در اینجا اگر اکسس مدیا رو کلیک کنم و برای روی کانکت تو مدیا سرور کلیک کنم در اینجا به دنبال یک دستگاه یا پرینتر برای اینکه بخواد به دستگاه ما و پیسی ما متصل بشه میگرده و در صورتی که پیدا کرد در اینجا ما میتونیم اون رو انتخاب کنیم و نصب رو انجام بدیم در اینجا من این مورد کنسل میکنم و همچنین در قسمت مپ نتورک درایو اگر من برای مپ درایو کلیک کنم در اینجا برای من کادری باز میشه که از من میپرسه که چه فولدر نتورکی رو میخوام برای نقشه در نظر بگیرم که در اینجا میگه که از این لیست در اینجا یک حرف رو انتخاب کنید و بعد در قسمت فولدر شما اون فولدر مربوطه رو انتخاب کنید تا نقشه که مد نظرتون هست در این قسمت قرار بگیره و در قسمت اد نتورک لوکیشن وقتی این مورد رو باز کنم میتونم وارد بخش ویزارد مربوط به پیدا کردن مکان نتورک بشم و با استفاده از کلیک نیکس وارد مراحل بعد بشم و تنظیمات مربوط به اون رو داشته باشم که این مورد رو هم کنسل میکنم بخش بر اوپن سیتینگز هستش که همطور که از اسم اون مشخص هست مربوط به بخش سیستم میشه و همچنین تنظیمات که اگر من برای اون کلیک کنم مستقیما به پنجره مربوط به settings هدایت میشم که میتونم از این قسمت وارد قسمت های مختلف تنظیمات بشم و یا در صورتی که مورد خاصی مد نظرم هست کافی که در قسمت سرچ باکس در اینجا مورد رو تایپ کنم و مستقیما به صفحه مربوط هدایت بشم در این قسمت آنیستال اور چنج پروگرام وجود داره که اگر من بر روی مورد کلیک کنم کادری بر من باز میشه که وارد بخش اپس ها میشم و از این قسمت میتونم مواردی رو که میخوام کنترلش رو داشته باشم و اونها رو حذف کنم و آنیستال کنم در اینجا برای من برنامه ها موجود هستش و فقط کافیه که برای یک برنامه که تمایل ندارم اجرا بشه کلیک کنم و آنیستال یا موو رو کلیک کنم تا از این قسمت برای من حذف بشه قسمت بعد سیستم پراپرتیز هستش که با کلیک بر روی این مورد می توان خصوصیت کل سیستمی که در اختیار دارم رو در اینجا مشاهده بکنم که تمامی موارد در قسمت تنظیمات توضیح داده شده و قسمت بعدی منیج هستش که همونطور که از اسم مشخص هست مربوط به مدیریت سیستم میشه که اگر روی اون کلیک کنم میبینیم که وارد کامپیوتر منیجمنت میشیم و از این قسمت میتونیم مدیریت مربوط به سیستم خودمون رو داشته باشیم که این بخش بسیار بخش مهمی هستش و شامل موارد بسیاری هست و ما میتونیم بسیاری از تنظیمات رو از این قسمت مدیریت کنیم و سیستم خودمون رو در حالت فعال همیشه نگه داریم و از این قسمت در صورتی که خطای بروز داده بشه میتونیم ایرادات رو برطرف یا شناسایی کنیم در این بخش هم با تب مربوط به کامپیوتر در فال اکسپلورر آشنا شدیم و دیدیم که با استفاده از تب کامپیوتر در این بخش چه امکاناتی در اختیار ما قرار میگیره و ما از آیکون و مواردی که در اون وجود داره چه استفاده میتونیم بکنیم